سلام. سلام میکنم به همه دوستان عزیز. اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. در کنار من فرهاد و فرزاد نشستم و کارون غایبه، یعنی کارون جریان نداره. اولین باری که کارون جریان نداره. سلام. 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 چطوری؟ خوب، خدا رو شکر. در یک فضای جدید، در یک فضای خیلی جدید. آره، اون ور حال پذیرایی بود، این ور یه اتاقیه که من داشتم برای یه کار دیگه در واقع میخواستم چی بهش میگن تدارک ببینم، ولی تو ببینم که دیگه ولش کن. من گفتم خیلی کار دارم کلن یه تمه. آه، گفتی استودیو جدید. اصلا قبلیاری که گفتیم فراموش کنیم استودیو جدید. سلام. ولی یه تمه چیز هست، یه ریپرپسی هست تو زندگی تو، یعنی حس میکنم این اتاقای مختلفی که بوده هی ریپرپس میشه. آره کلن خوبه. من نه خوب نیست. استارتینگ نیو دیگه، ادیکتد شدم به استارتینگ. ایمان استارتینگ نیوش دست به استارتینگ نیو خیلی خوبه. آره، دمپرت نباید. آره، از نو میکوبی. یو میکوبم میسازم تو باز حال نمیکنه. من اول میخوام نه بذار یه ذره صحبت کنیم، بعدا شدید و لحن اسم میکنم. آره اسم. آره بذار میخوام رو شدید و لحن شم و میخوام به چند نفر بتوپم. ولی خب یه سلام بکنیم به کارون. سلام کردن دیگه. موقعی که کلی بابا، موقعی که ما اومدیم قبل دورین فقط داریم میگیم جای کارون خالی، جای کارون خالی. بلمون کن دیگه، این لیوانو شاهده. داره داره واقعا لیوانو شاهده. حالا که دیگه اصلا بحث کارون شو پس میگم دیگه. من یه سری جست و گریختن من سر میزنم به گروه تلگرام و اول میخواستم در این صحبت بکنم که مثل اینکه ناآرامی بوده توی گروه تلگرام ما بعد از اپیزود آخر، چند نفر به چند نفر پریدن و چند نفر با چند نفر دعواشون شد و ناراحت شدن. اپرنسلی اول اینکه من اینو بگم، کسایی که برای خودکستران زحمت میکشن خب تعدادشون خیلی زیاده، کسایی هستن که مودریت میکنن، بعضی هستن اونجا ادمینن توی اون گروه، بعضی هستن ادیت میکنن، ایده میدن، یعنی تعداد آدمایی که هستن فقط به این چهار نفری که معمولا جلوی دوربینن خلاصه نمیشه. و اینکه ما توی تمام ادوار خودکست بر این باور بودیم که بی احترامی هم جایی توی خودکست نداره دیگه، یعنی واقعا اگر که بی احترامی به کسی میشه اصلا بهتری که نباشن تا اون آقایون و خانوم هایی که بی احترامی میکنن. برای همین من خواستم بگم که تمام کسایی که دارن زحمت میکشن، چه از ادمینا، چه از ادیتورا، چه از کسای دیگه، چه از کسایی که توی صحنن، چه کسایی که پشت صحنن، همشون قابل احترام و ازتون خواهش میکنم که جو رو درست نگه دارید. و دوم که من اینکه میخواستم بگم که این اصلا نمونی صحبتو با بچه‌ام صحبت نکردم، فرض که اومد فقط گفتم میخوام شدید و لحن آتشین بگم. آره، یه شایعه شده بود که کارون رفته و اینا، نمی یواش یواش میخوام بهمون بگن و فلان و اینا. من اینطوری بهتون میگم، اون روزی که کارون عضوی از خودکست نباشه، خودکست دیگه وجود نداره. یعنی من و کارون جز افرادی بودیم که توی تمام اپیزودهای خودکست بودیم و اگر قرار باشه که یکی از ما نباشه، به نظر من دیگه اسمش خودکست نیست، اسمش یه دیگه است. پس نگران نباشید، این چیدمان نخواهد، یعنی این چیدمان نخواهد بود. آره متفاوت خواهد بود. حالا چیدمانمون همچین همیشه در حال تغییره. تنها چیزی که در حال تغییره چیدمانمونه بیشتر. ولی آره، گفتم که در مورد اینم صحبت کنم، خیلی شدید و محکم بگم. و پس تئوری توته در کار بوده. تئوری توته این ور و بر شنیدم دیگه، دیدم کامنت های عجیب غریب. فان ولی یا جدی اینا هم. من اصلا اینا رو فان میبینم همشو. من نه نه آخه نمیدونی دیگه، مشکلم با تکس و کلا فضای مجازی و اینا دیگه نداره. تو وقتی ریزیوم میخونی لحنه رو خودت بهش میدی. میدونی بعضی موقعا میتونه مثلا من همه رو اینجوری بکنم، نه اینجوری که مثلا آره بعض اوقا یه همچین حالتی دارم. آره بعضی از کامنت ها رو میخوندم اینطوری بودم که شما دیگه خیلی you got too much time on your hands که به این چیزا فکر میکنید. خدا وکیلی. چه خبر، هفته تون چطور بوده؟ هفته های پر اتفاقی بوده. هفته ها مگه یه هفته بیشتر؟ نه میدونم، ولی من داشتم تو آسانسور میمیدم بالا، بیادم افتاد که نه بابا، از آخرین باری که ضبط کردیم فکر کنم دو هفته شد. دو هفته میگذره واقعا. آره. داری میگی این یه هفته زبط، همونطور که گفتیم فله ای نیومدی. من فکر مطمئنی؟ چه عجیب. خب anyways you go ahead. داشتم به این فکر کردم که من یه اتفاقی که افتاد تو زندگیمو به اشتراک نذاشتم، یادم هم رفت، یعنی دلیل خاصی نداشت که
نگفته باشم. آره 12 روز پیش بود. آره خب میخوایم امشب دو تا ضبط کنیم؟ نه شور من که هستم. کسی که نه کسی که آره بشور بزو من دهنم رو باز نکنم دیگه. خب بگو تو. آره من حالا کسایی که دیده باشن چند اپیزود قبل رو، دو تا اپیزود بود، دو سه تا اپیزود بود که عینک میزدم قبل عید دیگه، قبل عید. آره دقیقا قبل عید، اپیزود قبل عید عینک طبی میزدم و بعد داشتم آماده میشدم واسه این که چشمم عمل بکنم. ای پس عمل کردی؟ آره. معلوم نبود اصلا. میگم کامنت ها رو میخونم. خیلی تیز بوده. خب چی بعد؟ آره واسه این که خب من همیشه لنز میزدم و همیشه این فشار لنز رو چشمم بود، توصیه شده بود که یه مینیموم یه یک ماه قبل از عملم عینک بزنم. آره شل بکنم که فشار کمتر به چشمش آماده باشه و فربه برای برای آقای دکتر بیافته به حالش ببره بیافته به جون چشم. آره دیگه روز عید عمل، روز قبل عید عمل کردم و یه پروسه نقاهتی داشت و خداشو خیلی راضیم از نتیجهش. آره آره. آها چی شد که اصلا یادم افتادم که نگفتم و اینا؟ آره بگو برامون. یکی از اثرهایی که بعد عمل و این که دیگه لنز و عینک نمیزدم و اینا به وجود اومد این بود که یکی دو شب وقتی که داشتم مثلا ثانیه‌های آخر که بخوابم، حالا فکر کنم بهتون گفتم اینو ولی تو پادکست نگفته بودم، تا داشت خوابم میبرد یه حس خفگی، یه حس فشاری بهم دست میداد که من دارم خودم مثلا اوریان میدیدم بعد عمل. بعد عمل آره، که من دارم میخوابم ولی دارم تا ثانیه آخر میبینم و میخوابم. یعنی حس بیناییم کامله، پرفکته. همیشه عادت داشتم عینکه رو دقیقه نبر بردارم و با دیده خب ناقص میخوابیدم. آره کدر بود دیگه، همه چی تار میشد و میخوابیدم، اصلا به اون عادت کرده بودم. اصلا سگمنت همون میپیچه تو هم امروز. خب بگو. دارم آمادش میکنم. آفرین بفرزش. بعد اصلا استرس گرفتم، ضربان قلبم رفت بالا، نتونستم بخوابم. یعنی یه دارو آرام بخش، از همون دارو آرام بخشی که دکتر بهم داده بود باید، یعنی خوردم که خوابم بود. بعد یه دو سه شب اینطوری بودم دیگه. و اصلا واسم انقدر جالب بود که ببین من رفتم یه کاری کردم، کلی مثلا واسه ذوق داشتم فلان بوده اینا، و از الان به بعد فقط میبینم. یعنی دیگه آپشن اینو ندارم که نبینم، چون بعضی وقتا خسته میشدم عینکی ها برمی داشتم که اصلا گوره باباش آره میخوام ببینم 100 سال سیاه نبینمتون. که اینطوری بودم که این مغزه چه چیز بدجنسیه، یعنی بهترین چیزم بهش میدی دلش هوای قبلو میکنه و شرایط. صحبت در مورد کدری و در واقع دیده کدر شد، من هفته پیش در واقع چند مدتی بود که داشتم در این مورد فکر میکردم. هفته پیش با فراد صحبت کردم و یه کسی رو میشناخت که میاد شیشه ها رو پروفشنالی تمیز میکنه و من توی این جای جدیدی که هستم خیلی شیشه داره و چیزم هست جنوبی غربیه، موقعی که آفتاب میخواد غروب بکنه یه مدت خیلی زیادی تو آفتاب رو داری، برای همین این نوره موقعی که میفته تو این شیشه ها خیلی کثیفیش تو ذوق میزد و اذیت میکرد و اینا. دیگه با صحبتایی که شد آقای اومد و با کش و قصای فراوان به هر حال دست به دست هم داد و این شد اومد آقای تمیز کرد. و موقعی که اتفاق افتاده ناراحتم، ببین شیشه ها خیلی تمیزه. راست میگه، اصلا تمیزه. عجیب تمیزه این شیشه. و قبلا اینطوری بود که یه مثلا یه لایه کدری روش بود، نوری که میافتاد تو خونه یه ذره زردتر بود، مثلا یه حالت مثلا داشت. آره یه حالت مثلا وینتجی به خونه میداد. الان اینجوری که نور میاد زور که میشه خوشید اینطوریه که داداشم واکن من اومدم، ورود میکنه به خونت، اصلا نمیدونم چه گل خونه میتونه. اگه آره واقعا من تو اومدم قشنگ چیز شدم، یعنی آره تو اومدی برگ زدی. ببینید تو خونه برگ واقعتش اینه که در مورد پورن هم همینو میگن. شبکه 4 شروع کرد. چرا داری میگی اینو؟ اصلا چه جمله ایه؟ چجوری میخواد تمامش کنه؟ اونجا تو هدف گرفته بودم. کجا بود؟ قفس سینه‌ست که ایمان مشکل داره. اصلا یهو پاش بام ریخت چی میگم؟ که خب
مثل دو تا تجربه‌ای که شما گفتید که میگن فرق داره، خیلی فرق داره با واقعیت. این از بهتر تو دراز مدت اذیت میشه. مثلا چی داری میگی فرزاد؟ فهمیدین فکت دیگه اینا با واقعیت متفاوته. بله، یعنی اونو میبینید فکر نکنید که همونطوری. آره دیگه، خیلی متفاوت. عجب عجب، خیلی عجب. یهو پرت شدیم به وادی که نمیخواستیم. فکرام کجاست؟ چه آرزو وادی پرواز رفت. ولی یه سری خیلی دنبال اینن که واقعیتشون با فیلم هایی که باشه. عجب. نمیدونم چطوری هی کشش میدی. نش کنید تاپیکو. نه صحبت کنید، صحبت کنید، بگید. آره الان من این بحث رو عوض نکنم، میخوانم چجوری میخوان ادامه بدم. الان به من یکی توی اینستاگرام میام، توی اینستاگرام، توی یوتیوب میام، میگه ایمان میپره وسط حرف نمیذاری نه صحبت کنم. بگید. بله در این مورد همون دوی که هرزوی کرد فرن خوب. نه دارم میخواستم میام فرمان آقای چیز هست که خیلی معروف بود تو این کارا، دن بلزریان. درست میگم اگه فامیلش بود؟ دن بلزریان. یه مصاحبه داشتم. خب دیگه اصلا من گرممه، من دارم شوره عرق میریزم. خب تو بگو فنو زدیم آخر یا نه؟ فن باز بود از اول. اون برمیگردی آقای ما رفتن خوب نرده بود. فن نیست. نه خب این بچه ها دیگه شب شد رفتم خونه بخوامن دیگه. فنو میگم بابا روشنه. خب فن روشنه، سرترش کنیم. من میگم چرا نمیشه این کاری کرد. من توضیح میدم خودت شما بفرمایید. آره این مصاحبه صاف خونه بسته. اون دکمش رو برده پیکانه بود که آره ساچمش رو برده با خودش صاف خونه. آقای بیلزریان. بله بله گفتن که یه مصاحبه اخیری داشت، میگفت که بعد اون همه تو اوج بودن دیگه خب به اینجا رسیده که دیگه اصلا میخواست ستلدم کنه. آره ستلدم. یا اصلا میگفت دیگه اصلا هیچ کششی دوقی واسش نداره. آره even the wildest of them settled down. اینم هست برای ما از الان ستلدم کردیم. آره آره ما دیگه میدونیم تهش خبری نیست. زرست نسیمی داره میاد و شما نسیمو داری میگیری. آره خواهش میکنم، خواهش میکنم. هفتهتون چطور بوده؟ هفته من که خیلی این هفته هایی که میاد هفته من مثل پرن خیلی کلیره. ولی خیلی شلوغ و از همه نواز به خاطر اینکه ما هم اسباب کشی در راه داریم هفته دیگه تشبیه همه اسباب خیلی چیز دیگه خیلی کار داره اسباب کار داره و اون قسمت ذهنیش هم به نظرم خیلی چیز بزرگی میتونه باشه به خاطر اینکه فشار ذهنی همه چی بیشتره. آره همون لحظه داره زندگی هم اتفاق میفته سر کار، بعد مثلا کارت داره تو خود کار هزار تا اتفاق میفته، بعد تو زندگی اصلا تغییر ایموشن اصلا کو اسباب کشی احساس میکنم. آره. ایموشنالی و منتالی تا یه جاهایی هیتس میکنه خودت متوجه نمیشی. بعد من یه چیز دیگه هم حالا اضافه کردم به این میکس سبدی که آره واسه خودم درست کردم، این بود که این جایی که میخوایم بریم یه کمی تعمیرات و اینا تعمیرات و اینا نیاز داره. بعد خودت میخوای انجام بدی؟ نه همه رو خودم، ولی خب یه سری چیزا رو دوست داشتم امتحان کنم تعمیراتو. خیلی ساعت‌ها یوتیوب ببینم مثلا این وسیله رو میخواد، این سپلای رو میخواد و اینا. ولی حالا تو شاید این تجربه رو داری به خاطر اینکه حالا چیزای مختلفی هم امتحان میکنی تو کارت، هر چقدر بیشتر تحقیق میکردم ترسم از انجام دادن کار بیشتر میشه. یعنی خیلی زیاد بده، خیلی ترسناک بود که اصلا مثلا برم تو هوم دیپو یه تیکه درایوال بخرم بعد برم. آره. بزنم رو دیوال با دیوار کازه دیوار با اینکه خیلی چیز مسخره ای مثلا هر روز پیچو میزنی دیگه به دو تا چوب. آره. ولی مثلا اون ولی خب خوشحال بودم که این کارو کردم مثلا یه سری اون کارو با اینکه حالا حدیشو انجام دادی. آره شاید یه سری اشکالاتی داشته باشه 100% دفعه اوله، ولی دوست داشتم که عبور کردم از این پروسه
الان چی کارا خودت انجام دادی؟ اینجا وقتی که میخوای لامینت حالا تو ایران پارکت آره یا واینال بزنی کف زمین، باید مطمئن باشی که بیس لیرت صافه صافه. بل. اگه کج و موج باشه صدا صاف میده، آره، بعد یو پا گیر میکنه، خوب نیست. بعد اون مرحله بهش میگم سلف لول کردن زمین. یه پودری میاد که خیلی شبیه سیمانه ولی قشنگ کمیکلی دیزاین شده که وقتی مثلا 5 لیتر آب بهش اضافه میکنی و اینا، خودش سلف لول میکنه اون اتاقی که آره ناهمواره. میریزی و اینا، بعد آره اونو امتحان کردم، خیلی چیز جالبی بود. و حالا بعدش میخوام واینال روش بذارم. او یعنی میخوای خونه رو دیگه آخه ترس ریخ وری دیگه. آره دیگه، آره اون طبقه میذاری دیگه، آره ترسم ریخ. آره دقیقاً اون اونو که انجام دادن اینجوری بودم اوکی حالا راحت ترم آره. میتونم کارهای تو این لول رو انجام بدم. آره آخه واقعش هم اینه که البته نخ بستگی داره چی کار میخوای بکنی، ولی بدترین اتفاقی که میتونه بیفته چیه؟ یه تیکر رو زدی به چخ. آره یه تیکر میزنی به چخ میدی دیگه بلم. آره بعد مثلا تو این پروسه خیلی اون تاریکه نیست بود عجب. خب دیگه داره تو این پروسه یه چیزی که دیگه یه چیز دیگه که میاد تو ذهنم اینه که اوکی این همه تایم و پول و اینا قراره خودم بذارم، وسیله ندارم، وسیله ها رو بخرم و ببرم انجام بدم و شاید خراب بشه، یعنی اون چیزی نشه که تو ذهنمه. خب از کار در نیاد. آره بعد آخرش بشینم بگم بد شد و کاش از اول داده بودم به کننده که پروفشنال باشه. اونم خب یاد میگیری دیگه، هم ذهنیت اونم خودش تاکسیکه میاد تو این راه سراغت، تجربه است بعد. آره ببین نمیدونم بستگی واقعا داره به اینکه چقدر وقت داری دیگه. من الان یه سری کارا هست که آره خودم شاید بتونم برم مثلا 5 تا یوتیوب ببینم و بتونم حالا با اون استانداردی که تو ذهن خودم انجامش بدم، مطمئنم یه نفر دیگه بیاد اون استانداردش بهتره، ولی نمیدونم که چقدر وقت دارم. یعنی بعض الان به قول خواهرم اینطوری میکنه، میگه که باید یاد بگیری که تسکاتو دلیگیت کنی و یاد بگیری که بدی به هنره ها. آره واقعا کارا رو به دیگران سپردن هنره. یعنی همش دنبال یه استانداردی هست، حالا الزاما استانداردت هم میتونه خوب نباشه، ولی اینکه با خیال راحت قبول داشته باشی که بقیه هم میتونن یه سری کار رو انجام بدن. آره آره خیلی سخته اولش بخوام. یه سری ولی تجربه بد بوده برای همه. همه نرزم، ولی من شخصا که همش میترسم، میگم حالا این کار بدم به فلانی شاید پسش بر نیاد. آره. اعتماد رو بتونی به بقیه بکنی و این میدون رو بهشون بدی، به نظرم یه توانایی و چیز میکنی دیگه. آدم نسبت به این که قدرت قضاوتش روی مقدار زمانی هم که داره خیلی بده. من احساس میکنم که میگم خب حالا شب میرم دیگه مثلا انجامش میدم دیگه، ولی شب که میاد اصلا دیگه مردی دیگه. یعنی واقعا اینه اون که جی اصلا اینطوری میفتم روی مثلا موب از کارهایی که تو روز انجام دادم. خوشبینی نسبت به انرژی و اون کاری که میتونی انجام بدی. آره ولی اون موقع هم که دارم تصمیم برای میندازم عقب میدونم و اینطوری هم که هم خودت میدونی هم من میدونم ناقل هفن، ولی خب آره ببینیم چی میشه دیگه. آره پروف میرونگ. آره آره من این هفته یه کاری کردم که خیلی خوشحال میکنه تو رو. اصلا شما هم همینطور آقا. اصلا خانواده شما الان شیرینی باید بدمش. من سال پیش برای تولدم یه ساعت سواتش اومگا گرفتم، اینه که خیلی مود شده بود و اینا. بعد این دیگه شده بود ساعت پرایمری من هر روز اینو میپوشیدم. یه ساعت مرکوریشم بود، توسی بود، هر روز اینو همه جا میپوشیدم. این دیگه واقعا شد دیلی درایور، دهن سرویس شده بود. چیز بود چی بهش میگن، اون شیشه روش که شیشه نبود ولی خیلی خط و اینا افتاده بود، بانگ پلاستیک بود، خیلی خط افتاده بود و فلان و اینا. یه دکمش افتاده بود و نمیدونم کجا، دو تا دکمه روش شکیش افتاده بود. من چارچوب شجلوی سواچ داشتم راحت می‌شدم اینا، رفتم تو سواچ بهش گفتم که آره این دارم یکم ناراحت میشم. چرا بگو. بله گفتم که آقا این دکمه این افتاده و مثلا شما اسپر پارت دارین و اینا. گفتش که برام عکس ساعت تو، عکس کارتی که باش اومده و اینا رو یه عکس بگی برام هم بفرست. براش فرستادم و بهم مثلا 3-4 روز بعدش ایمیل زد که لطفاً کارت و ساعت تو بیار.
بعد بردم توی چیزو گفتش آره یه برند نیو اون ازم گرفت توی باکس برند نیو یه دونه بهم داد با مهر همون اون روز انگار مثلا همون روز خریدی آره و یه رسید من اصلا رسید نداشتم برای ساعت قبلیه اون کارتی که میگی چیه؟ کارت وارانتیشه که روش مهر خورده آره آره. و روی اینم دوباره کارت وارانتی بهت داد و آره دیگه روی اینم آره کارت وارانتی جدید با مهر روز بهم داد و من اینطور بودم که واقعا گفتش که آره گفتم یعنی اصلا شما این آخه من دهن این سرویس کردم این میدونی پیتاپش کردی گفتش که نه این برند نیو سیلد ورد ببن الان بعد اینطوری که روم نمیشه اونو واقع کنم اصلا نمیخوام بازش کنم اینطوری خب دیگه خب این که برند نیو دیگه هم کنه کی پدامه میدونی که یه تکنیک چیه بفهم تکنیکی من نزدم آقا تکنیکی نمیخواست از این مرحله به بعد یه پوش دیگه میتونستی بکنی الان بهت میگم که ترفنده اینا دیده اینجا خب بگو بعد میگفتی که تشکر اینا خیلی باید میکردی خیلی کرد میگفتی اون یکیه رو میخوای چی کار کنی اتفاقا پرسیدم گفتن که اینو باید بفرستیم برای فکتوری که بفهمن دیفکت از کجا بود و مثلا اون دکمه که افتاد کار میداد یا تزیینی بود نه کار میداد و فانکشن. فقط هم پلاستیک روش افتاده بود یعنی دکمه‌ش هنوز سر جاش بود من میتونستم ازش کار بکشم من به این پلاستیک هم میداد اوکی بودم یعنی به من میداد من میارم با چسب راضی تق میزدم همونجا ولی خب میگی صفحش هم بد شده بود دیگه یعنی اون که تقصیر اونا نبود که اونو من خودم دهنش رو سرویس کرده بود اصلا به خاطر همین یعنی اون منیجره داشت کاراشو انجام میداد اون یکی پسری که اونجا بود و من مثلا فقط کار میکرد تو بود که ریلی من هم اینجا بودم ریلی واقعا خیلی جالب بود برای اصلا بهش فکر نمیکردم که این مثلا یه همچین سرویسی بگیرم ازشون ولی جالب بود برای خوشحال بچه هم بردم بالا یه 30 سال بیام یه سفری که با فرهاد رفته بودیم سوئیس رفتیم توی یکی از سفر زیاد بله توی یکی از مغازه‌های سوئیس بعد اونجا یه دونه ساعت داشتن و میگفت فقط تو سوئیس اینو میفروشیم اون موقع که اینجوری بود بعد ساعت کاملا آنالوگ بود دیگه اصلا آره، دیجیتالی نبود نه اصلا آره خیلی سیمپل بود ولی میتونستی کردیت کارت سوئیسی تو باش ستاپ کنی و حالت اپل پی کار میکرد ساعت آنالوگ بعد من میگفتم آره دیگه هیچ کردیت کارت دیگه هم نمیشد آره داشته آره رسمیه خیلی جالب بود اون. یه ساعت خیلی ساده چیپ توش داره آره داشت ولی قیافش اصلا نش نمیخور میشد هر لحظه گمش کنی لیمیتش چند بود حالا لیمیت تپش 200 داره فرانک سوال خوبیه دیگه چه خبر دیگه هیچ دیگه منم موف کردم منم یه اسب کشیدم آره تو الان فصل عجیب است یعنی واقعا من باورم نمیشه ما 6 ماه گذشته چند تا موف داشتیم خیلی بیشتر 5 تا بود از 6 ماه گذشته 3 تا فقط خود ماها داشتیم 3 تا یعنی این ور 3 تا این ور چرا 3 تا سپرم حساب کردم آه سپرم حساب کردی آره 3 تا این ور خیلی زیاد 6 تا تازه ما یکی دیگه هم داریم خب کارون هم یه جورایی موف میشه دیگه نمیدونیم اون کارو کی کار کرده که کند رفت اونم یه موف هست تقریبا از اینجا کند رفت آره کارون فکر کنم در خونه شو قفل کرد رفت ما موقعی که می‌خواستیم این کارو هم جای دیدیم در خونه‌مون قفل کردیم رفتیم یکی دیگه رفت فروختش یعنی از فامیلامون ولی تو بدیم که پیریزا رو کشیدیم تقریبا نه ببین ما مثل این که مثلا داریم میریم شیراز برمیگردیم آره در رو بستیم و گفتیم خب دیگه ما که رفتیم میایم اون صحنه‌اش تو ذهنت هست اون در رو که قفل کردید و دیگه آره خیلی دارک بود کلا تو ذهنت آره. تو ذهنت من نیست آره نه خب جاریشون به ما نمی یعنی اونقدر خودشون هم هیچ کس نمیدونست که داریم چیکار میکنیم دیگه واقعا موقعی که داریم مهاجرت میکنی توی 2008 خیلی ایده خواستم آره خیلی من خیلی تصورات داشتم با چیزایی که مثلا حالا دبی و این برمار رفته بودیم یه جایی ساخته بودم واسه خودم انگار رو ماشروم چطور بود؟ اون نبود اصلا اونطوری نبود من چون خارجی که دیده بودم آره دانتان شبیه دور که دیدیم خیلی باحال شخصا ولی من بر اساس دبی ساخته بودم شهر رو آها شما قبلش مسافرت خارجی داشتی تنها خارجم همون بود و کیش کیش هم برای خودش در واقع مسافرت هوایی
جام چون کیشو گفت مسافرت هوایی آه کیشو دیگه مجبوری هوایی بری دیگه کیش هم تقریبا دبی دیگه یعنی دیگه کیش خیلی اشغال من الان خیلی خوب شده جزایری که الان چیز هست اسم جزیره هنگام نه اون یکی لاوا نه تنبه کوچک نه آقا هرمز هرمز اپرنلی حاجی اصلا آره لیمیتیشن هم نداره یه حالت منطقه آزادیه آره من آخه دیگه هرمزه دیگه میدونی خیلی یعنی احساس میکنم دیگه از مرکز اینقدر دور بشه احساس میکنم اونقدر ریستریکشن ها کمتر بله. میشه دیگه هرچی دورتر میشه نمیشی بر اساس فیزیک هم بشی احساس آخه نمیدونم فکر کنم دیگه واقعا آره هرمز دیگه نیان گیر بدین دیگه هرمزه دیگه آقا فعل کنم من به تخت هنوز گیر ندادم حالا اینو میشتون نه میدونم که گیر دادن یه مدتی آره تو توییتر خونده بودم من خودم زیاد نه تا اول هرمز رفتم نه نه من خیلی کسی میشناسم که اونجا کسب و کار داره تو هرمز آره چه کار ماهیگیره قشم و اینا نه چیز مثل حالت ایر بی ام بی تو ولی خب یه محیط خیلی باحالی رو درست کردن و اینا بعد اصلا خیلی تعریف های باحالی میکرد نه که حالا اتفاق خاصی بیفته ولی همین آزادی هایی که مثلا همینجا هست و میگفت بچه‌ها اونجا دارن خیلی... مثل اینکه خیلی پارتی سیتی دیگه میرن و میزنن و میکوبن و آره چند تا فیلم و اینا من نشون من خیلی عشق کردم یه خواننده هست جدیدن جنوبیه البته آهنگاشو قبلا شنیده بودم تا حالا میوزیک ویدیوشو ندیده بودم موه فرفری داره اسمش هم قاعدتا نمیدونم خب احتمالا میدم با باحال بود آهنگاش میوزیک ویدیو شدیدی آره خب الان حسین بود میگفت حسین سپهرم الان حسین بود سپهرم بود میگفت یه سپهر باید بگیم اونو ولی بسیار آهنگای خوبی میخوند برامتون برای تو که من یه سفری دارم میرم بگو برامون سفرتو نمیخوای بگی اروپا اروپا بله خب تو با نرفتی فرانسه نرفت آه تو خیلی سفر اروپایی زیاد داشتی همین الان داشتی نمونه خاطر تو یکی دوتا آپارتمان اونجا دارم باید برنه سر بزن جنوب فرانسه لوله پولیکای زیرش ترکیده بعده از قدیمی یه لوله همیشه لوله پولیکا تو اصفهان زمستون که استارتش بخور لوله پولیکا لوله ها میترکیدن با هم یه ایزه بریم به ترکی بریم یه لوله به ترکونه بیا ما امسال یعنی هر سال سالگرده دیگه مناسبت سالگرده ازدواجمون داریم میریم فرانسه باریکل با دیلی البته نه آره اون عقد بود ولی من یکم استرس دارم برای زبان صفرم مثلا فرنوش روزا مثلا سه تا کلمه رو بهم میگه جمپل فرهاد اینو که میدید یعنی چی سلوپل مدام میشه بس خرمز در نهارید آقا جمعه فرهادی که میدونی جستوی هول میشم صد درصد من نمیتونم حرف بزنم کما اتیل ساعت چنده کس کس پس چه اتفاق بود داشتی ما خوبه ما بلی بلی تروم نکنه این یه پرانتز باز کنم مثلا بفرمایید شاید نگفتیم قبلا ولی من و فرزاد چیکار شد تو دانشگاه نمیدونم چی شد البته چرا میدونم چی شد فرانسه برداشتی تو دانشگاه مختلف اینو اصلا اینو به این تنها تیپی بود که موقعی که میومدی به عنوان یه دونه ایمیگرنت میومدی اینجا اون موقع اینطور بود که تو مدرسه و دانشگاه زبون دیگه ای بر ندارید تازه بچه ها میرفتن خودشونو میزدن به لکنت فارسی راست میگه فارسی بر میداشتم درس اضافه پلکتیف پدرم کجاست تو اینترویو راست میگه وای با هر کی صحبت میکردی تو اسفیو فارسی داشت و افتخار بود همه هم چیز بود و همه هم فلوئنت یارو مثلا دیشب داشت سعدی کد میکرده امروز رفته سر کلاس فارسی یک داره مینویسه آب بله یادم افتاد یارو میگی آره خیلی ها بودن
قد تریک به هم یاد میدادن خیلی. آره با نامه ها رو چیز میکردن. آره دوران ما خدای کلی داستانایی داشتیم. تو تمام کردی اون کورس؟ شما تمام نکردین؟ چرا؟ من واقعا من داشتم میافتادم کورسو. من به چه امیدی برداشتم؟ یعنی حالا فکر کنم فرزادم همین، نمیدونم فرزاد خودش بگی، ولی من فرنوش خب فرانسهش خوبه نسبتا و ایرانم داشت خفن میخوند و اینا، کلاسم اوکی بود، میشد حالا با یه تقلبی چیزی مثلا نمره خوب بگیری از تو. منم واقعا به نمره خوب نیاز داشتم، یعنی کلاس ابزار بود اینا. آره این کلاس ها رو بچه ها برمی داشتن که معدلاشون بیاد بالاتر. آره. فرنوش اومد اون کلاس ها رو چند تا بعدش هم صد گرفت رفت، یعنی جوابو گرفت، ولی من برداشتم، من دیدم اصلا نمیتونم ارتباط برقرار بکنم. یاده؟ آره بازم تو میخوندی، یعنی تو یکم تلاش میکردی. آره دیگه به هر حال. ولی مثلا من یکم تلاش دیگه. من یکم تلاش کردم اصلا نمیفهمم. خیلی سخت بود. وی. بعد همین زمان فرنوش عصبانی، یه کاری بکن. جمعش این کار رو چه میشه؟ کاری بکن. با فضاحت اون کورس رو پاس شدن. فرانسه. یکی از خیلی هم مبتدیه. یعنی فرانسه مبتدی درس میدن یا جدی؟ آره دیگه از بیس بیس و جدی درس میدن تو دانشگاه دیگه. ها بیس بیس و جدی درس بیس ولی جد با جدیت. منم من به امید یکی از دوستان برداشتم. خب بعد با هم دوستمون که نه ارسال بعد به من گفت که آره با هم برداشتیم کلاسو. خوب. بعد شب قبل کلاس که دیگه فرداش به من تکست دادیم من این کلاسو انداختم. واو. اینا خانوادگی همینطور. بعد من گفتم ما با هم قرار بود بریم اینو پیش ببریم و اینا. بعد یه موقعیتی هم بود که من دیگه نمیتونستم کلاس دیگه ای ثبت نام کنم دیگه، باید میگرفتی اینا. یه حالا بماند که چقدر فوش و اینا من دادم به ایشون. اوکی چی شده؟ اون که نیاز نه، من یه لحظه گفتم اونو نزدی. اونو نزدی اوکی انشالله که خیره. فعلا داریم رکورد میکنم. نه حالا دیگه تا موقعی که همه چی کار میکنه فعلا میریم جلو. بعد آره اونو انداختی. آره شوکه شد. آها کلاس ما چیز داشت. آره فوش. کلاس ما امتحان فاینالش یه قسمت نوشتنی داشت، یه قسمت شفاهی. شفاهی فکر کن آخرین باری که شفاهی امتحان داده بودم پا تابلو بود تو ایران. بعد اومدیم و شروع کرد یه سری سوال پرسیدن که قرآن رو با صوت خوندن. مثلا سوال این بود که تو سبزیجات دوست داری؟ اونو میفهمیدم، گفتم وی. بعد سوال بعدش فالوآپ بود، چه سبزیجاتی دوست داری؟ کاکامبر. دیگه اونجا سکوتی بود بین من و استاد تو دو متر اتاق. همین فضا. از ایران اومدیم برای سوال شفاهی از من پرسی. خیلی سخت گذشت اون میتینگ. میتینگ که فاینال بوده. میتینگ نبوده. الان حس میتینگ بهش شدی. اون موقع خیلی جدی فاینال بوده. خلاصه میخوام آقا چت جی پی تی حالا از بس بگم. نه خواهش میکنم بس خواست نه. نه ولی بحث همین زبان و اینا بود. من تو اینم که کلی هی دانلود کردم یه دیکشنری مختلف اینا. آقا اصلا تو نیازی نداری. خب اگه نمیگه فرنوش بلده دیگه مشکل خب باشه، ولی میخوام مستقل باشم. یه روز تو بخوام برم. آره مستقل باشم. من چت جی پی تی 50 تا استفاده کردم که مستقل باشم. 28.99 پول دادم. گرون شده. چی؟ چت جی پی تی گرون شد؟ نه اتفاقا نه کاناداییشو میگه فکر کنم چون اکسچنج میخوره میشه. دیگه چه فرقی اون داره میره دیگه. آره جدید جدید اومد دیگه. بله آره 4O 4O آره یا او یا زیرو نمیدونم. او همون نه نه او فکر کنم چون اسپلینگش فونتش یا ویرده نمیدونم چه جوری یه جوری دیگه است. آره می‌نویسم. روزی بود که هم این هم اوپن ای آی ایونتاش هم گوگل و این دوتا رو با هم مقایسه میکردن. آها من گوگل رو ندیدم ولی اوپن ای آی خدا وکیلی اصلا دیگه خیلی زندگی رو راحت میکنه. من همش اینطوری هم که بلد نیستم کامل. آخ منم همینطور حس میکنم داره هدر. آقا من ببین من میدونی حس کیو دارم؟ مثلا ما بچه تر بودیم چون میخواستیم یه تکنولوژی رو به یکی سنش بالاتر بود توضیح بدیم نمیفهمید. انا حس اون نفهم یعنی اینطوری ها که تو زنم آقا ما تو دیگه تو تکنولوژی بزرگ شدیم دیگه. یعنی ما موقعی که شروع کردیم تو این دیگه تهش بودیم. الان واقعا یه چیز اصلا نم <تص->
خیلی الان واقعا حس نفهمی داره بهم دست میده. اونطوریه که اصلا بعضی اتفاقا میفته اصلا نمیدونم چجوری باید باش کنار بیام و حلش کنم. بعد میپرسم از یه نفرم نمیدونی؟ نه دیگه، نه دیگه، میدونستم که ازت نمیپرسیدم که. آره، من یکی از رئیس های قدیمیم که هنوزم تو همین جایی هست که کار میکنم خیلی عاشق AI از مام سنش مثلا فکر کنم 45 سالشه. بعد یه روز یه ایمیل ازش گرفتم، حساب کنم من روی ایمیل بودم، بقیه سی سی به عنوان سی سی، اون قسمت توی ایمیل همه دایرکتورهای خیلی لول بالا. بعد شروع کرده و توضیح داده بود که من AI استفاده کردم و مثلا اسکیجوال فلان گولایی بمونو برام نوشت که مثلا کی چه ساعتی کار کنه، که همیشه این کار خیلی آره سخت بود، باید تو اکسل انجام میدادی کی فلان روز آفه، کی فلان روز این ساعت بره دکتر و اینا، همه رو تو 5 دقیقه بهم همه استپ بای استپ هم نوشته. بعد من یه لحظه گفتم بابا چرا ایمیل رو دادی به رئیس رو اصلا مثلا به درتو در میارم. بعد خیلی باحال لاین آخر ایمیلش این بود که یادتون باشه AI قرار نیست آدم ها رو عوض کنه، در واقع AI آدم ها رو عوض نمی کنه، اون آدم هایی که AI و بلدن قراره بقیه آدم ها رو ریپلیس کنن توی حالا کار و اینا. برید یاد بگیرید. آره، پوینتش همین بود که عقب نمونیم به عنوان حالا یه ارگانیزیشن بزرگ. باید یاد بگیریم دیگه، ادپت کنیم واقعا زبان جدید منطقیه. ببین واقعا الان یه سری از چیزهایی که قبلا دغدغه بود دیگه واقعا اصلا نیست. نمیتونه دغدغه باشه، یعنی تو ایمیل زدن برات به هیچ عنوان نباید دغدغه باشه. یعنی من آدمایی که توی ایمیلاشون مشکل هست دیگه الان واقعا جای نمیپذیری، چون دیگه مجانی میتونی بدی یه چیزی برات چک کنه و 100% درست درش میاد. یعنی خیلی بعیده که اشتباه الان یه سمی هم اومده، حالا اینجا شاید خوبه بگم مثلا استفاده میکنن کپشن اینستاگرام بنویسه واسه شون AI، ولی خیلی مشخصه دیگه. آره، ربات آره. نوشته. اینو میتونید سرچ کنید یه سری پرامپت هایی بهش بدید که انسانی تر بشه. آره، من بعضی موقع به چت جی پی تی میگم، میگم less chat GPT more human. آره آره دقیقا. آره نه واقعا بعضی موقع اینطوری که مثلا میخوام بهش میگم که یه دونه ریسپانس برای این مثلا درافت کن. آره بعد اینقدر خندیدم، سه ساعت فکر 8 صبح بود تو تختم داشتم ایمیل ها میخوندم و داشتم روزمو تو ذهنم میچیدم و اینا، و یه ایمیل اومده بود از طرف وکیل و من بهش یه نامه شدید و لحن نشدم که آقا این خیلی گرونی و خیلی داری زیاد ما رو چارج میکنی فلان و اینا. بعد یارو برا من توضیح داده بود خیلی مشخص که آقا من این کارهایی که بهم گفتی اضافه شد بهش، برای همین این قیمتش انقدر بود، قرار بود انقدر باشه، ولی به خاطر اینکه مثلا تو مشتری لویالمونی مثلا من به تو چه میدونم 5% تخفیف میدم. بعد بهش گفتم که آره یه ریسپانس رفت کنی. بعد نشود مرسی برای سخاوتمندی زیاد، اون خودم 5% سخاوتمندی برو خودم می‌نویسمش. خوشونت بگیرم. آره گفتم اصلا تو خیلی آپتیمیستیک می‌نویسی، اصلا من این آدم نیستم. و بهش بگو خب بگو ببین چی بهت میگه. حوصله صحبت کردم آره، و 8 صبح بود یا باز حوصله نشدم، ولی بعضی موقع میافتم به جونش. یعنی برای یه سری از کارامون واقعا چیز کردم اینو استفاده آره رسوندم به اینطوری هم که عکس مثلا تو این شخصیت رو داری اینجوری 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 پرامپتت هم به هم توی این فرمت میدی همیشه، و دیگه اونو سیف کردم همیشه از اون مثلا یه جای دیگه که خیلی خوب میتونه باشه اینه که دیدی مثلا حالا کارون میگفت تصادف کرده جاش خالی باشه واقعا یه کلیمی درست کرده روی با این کمپانی بیمه تو بی سی و اینا، و حالا مثال هم رو همین کلیم های بیمه میتونه باشه که شروع میکنه یه کلیم درست کردن، یه آدمی رو میذارن رو کیست، هی ایمیل، هی آره. نامه اینا، بعد یه دو ماه بعد که میگذره خودت یادت رفته که چی شده. آره. پروسه ایون AI خوبیش اینه که اگه بیاریش کنار خودت تو این پروسه اون دیگه یادش نمیره که چی. آره. شده. بابا اصلا خیلی یادش خوبه. نمیره. تو ایمیل چین رو کامل کپی کن، پیس کن، give me a summary. دقیقاً. اصلا انقدر راحت شده، اصلا من واقعا کل ایمیل چین و کلش و ثرد و کامل کپی میکنم، همه رو پیست میکنم تو یه ثانیه میفهمه چی شده و فالو آپ میده و درست هم انجام میده. آره باحال، من خیلی ازش دارم استفاده
کار گلمو خیلی کمتر کرده. میدونی کار گل، یعنی مثلا موقعی که یه ایمیل، ببخشید نیاز نداره بهش فکر کنم که وای حالا من اینو چجوری شروع کنم اصلا. آره. شروع یه جوری یارو شروعش میکنه، بعد تو چیزش میکنی دیگه. ویل ساسو رو میشناسی؟ یه کامدین کانادایی اون که گفتی قیافش رو دیدی احتمالا، کامدین خیلی موفق کاناداییه که البته خب آمریکا فکر کنم. بعد با یکی از دوستاش یه پادکستی دارن، یه همچین ستاپی هم هست، یه اتاق کوچولوئه، یه اینجا بزرگه، اینجا که نه معذرت میخوام که اینجا بابا شما بعد معذرت میخوام که اینجا اونقدی که شما میتونید توش مانور بدی نیست. اوش رقابی آره ببخشی که شما بالهای شما کوچیکه، آره بالهاتون رو بریده. بفرمایید. بعد دو نفرن، خودش و دوستش، شخص سومشون تو پادکست AIه، یعنی یه AI که از اول با اینا بوده، وسطی هم میاد کامنت میده، اینا رو دیس میکنه. نه بابا اصلا یه چیز باحالیه. حالا میفرستم میتونیم کانون رو به صورت AI اگر که تشیده باشیم خیلی خنده هر یه رو بیه بار یه دوپامین بابا دیسه کارون استادیکو الان دیسه کارون رو میتونی بینیم خوش هم نیست. من نمیتونم، من اپیزود اول نمیتونم دیسه کارون. یه جوری گفت فکرم باشه قبل اپیزود اینجا بعد جلو دوریم بعد یه آره شما همیشه موشه شما میشین فشار رو من میخورم اشکال نداره. تمام این مشکلات تقصیر منه، تمام این ناهنجاری ها تقصیر منه. آخه شما که نمیخونید کامنت ها رو، کامنت ها رو بخونید تمام من دارم میخورم. من با لحن کیوت میخونم تو نه داشتم دیگه وقتی میگه ایمان دیگه من که دیگه اون ایمان انقدر سرم شلوغ بوده همیشه کامنت ها رو میخوندم ولی متاسفانه کامنت های اپیزود قبل که تقریبا یه کامنت بود. آره یعنی... فوش به ما بود. چرا؟ ستایش به آقا کارون بود. چرا فوش به ما بود؟ فوش رو فقط من خوردم. نه میگم همه میگفتن کارون داره میره و اینا دیگه. من دنبال یه کامنت بودم نهیده چیش؟ مگه میشه این اکسپیکتیشن رو داشت؟ آره فکر کنم دنبال کامنت بوده که حالا زارم میره زیادم ماهی بگو نه انتا کامنت میتونه بیاد دنبال یه حتی فرهاد بودم کامنت ها. آها نه دیگه اون دیگه گذشتیم از اون الان دیگه رد کردیم. من یه توضیح کوچولو بدم در مورد یه سری از پاره از توضیحات رو من بدم. بدید. یه سری گفته بودن که آره کاش کارون حالا با هر کیفیت صدایی که هست باشه و اینا. واقعیتش اینه که اون لاجستیکش رو نداریم. اول کارون 3 ساعت از ما فاصله داره، الان اونجا مثلا ساعت 12:15 شبه، احتمالا داره استراحت میکنه خوابیده، و حالا اگر که بشه، اگر که مسافرت بیاد، اگر که بتونیم این کار رو انجام میدیم، ولی واقعیتش اینه که یه ذره نشده در حالت در حال حاضر. هم تایمی هم وسیله. آره ببخشید. بعد توضیحات دیگه این که ما دوست داشتیم که ولش کن من اینو نمیگم. آره اینو ازش بگذاریم، اینو نیست، بهتره که من اینو الان نگم. غرجه میدونی بعض موقع در چیزی فکر میکنید که چرا من خودم بر خودم شاخ رو بهتر بشم. آره این خودش یه درس بود، این شاخ میتونه تراشیده نشه ولی بعض موقع واقعا آدم دست خودشه. بعضی شاخ ها رو ما خودم بر خودم میتراشیم. باریک آخ باریک واقعا راجع به این بریم تراشیدن شاخ یه بود. آره بعض موقع واقعا دقت کردی تجاره، چون اولش فکر میخوای ادیت بکنین ولی ادیت نکنیم، یعنی جالبه چی رو ادیت کنیم؟ این تیکر رو که میخواستی نگی و اینا. نه نه واقعا بعض موقع الان خیلی دارم، نه جالب بود، خیلی دارم سلکتیو جدیدن حرف میزنم، بعض موقع این دارم نه ترجمه میدم که الان این منم یاد بگیرم. آره شما که ماشاءالله خیلی برکوندی کنم. آره مزمزه کنم. بذار من میخواستم یه چند تا کامنت بخونم. سریال نه جایدن چیزی نهیدیم؟ چرا من دیدم بگم؟ بگو خیلی چیزا بگو. امیلی این پاریس رو دارم میبینم. خب چطوره؟ پاریس هاش ببین یه سری میم هست که یه سری میم هست. حالا قبلا اینا فرستاده بود مثلا فرمش، مثلا میگفتش که آره به دوست پسر شوهرت مثلا یه از این دوست پسر شوهرت دوست پسر یا شوهرت پارتنرت
یه دونه از این سریالای درامایی مثلا چیز نشون میدی و اول شروع میکنه دیس کردن، بعد خودش پیگیر میشه که حالا اپیزود بعد بزنه بچه‌ها. این اتفاق برای من افتاد سر امیلی این پاریس. الان داری امیلی این پاریس نگاه میکنی؟ تمومش کردم. او واو. یعنی بینج واچش کردم. فکر کن چی بوده که تو ربطی هم به پاریس داشت؟ همش تو پاریسه. یعنی یک دلیل اصلیش این بود که پاریس رو ببینم و قشنگ نشون میده، چون میدونی داری میری مسافرت که ببینیش دیگه. یونایتد خب آشنا بشی بابا، من دارم میگم من لحاظ زبانی ضعیفم. آقا زبانی ضعیفی داریم 2024 داداش هم بابا خیلی سخت میزنی تو سری یارو میگه آقا انگلیسی صحبت کن. مگه ببین من چک خورده برمیگردم صبر کن با فرانسه. واقعا داری میگی اینجوری که لایو از اینا اونم شنیدم؟ آها میگن من اینا هم در مورد اسپانیا هم شنیدم که اگر نه. اولش نگی اولا چه میدونم اونا قاطی میکنن و you have to learn the language. من نمیتونم قبول کنم. مهربون تر شنیدم هستن. من اینطوری فرانسه اینجوریه که فرزاد تو فیست فرانسه حرف میزنم. نه هرچی هم میگی بلد تو فیسش انگلیسی جواب بده، هرچی هم میگی بلد نیستم اصلا وای نمیسی همینجوری. بعد دیگه به نتیجه میرسی که ول کنم برم. میدونم ولی موبایل هست مشکل داشتی زنگ میزنم من با هم فیس آب کنم به یارو میفهمونم. بیستون قبیل بود من و ایمام در میاریم کارو انت جمعه گفتی. یه اتفاق دیگه از این هفته بگم امیلی پریس سال خودت هم بعدم. خب من جای مختلفی بدهکارم. این طولای فرزاد که آره نصف شب دنبال من یه گل ریزون داریم میریزیم برای فرزاد که از بند بیاد بیرون. راستش بخواین الانم چی میگه تشویقی اینجا مرخصی گرفت. مثلا به خود شما بدهکارم من ولی خودت شاید ندونی چی گفت. برای چی بدهکاری؟ خب فکر کنم بدم باشه به کسی اگه بدهکار باشی ندونه. فکر کنم به حالت دزدیه دیگه. نه بابا سر همین قضیه اپلیکیشن هایی که با هم استفاده میکنم. حالا بگذاریم. بعد من کسی به من بدهکاره من یادم نیست و بیام بدید به کسی هم که بدهکارم یادم نیست. اونا رو نهیم نه ایمان که اصلا یه دقیقه بدهکار باشی کی من گذشت الان شرایط خیلی وخیم تر از این حرف هست. الان چکی میدیم الان واقعا گل ریزونه بعدی خودم هم میگم یه روز واقعا میگم یه روز لایف میذاریم گل ریزون میکنیم. آها بعد کلن شما همین تجربه رو داشتین حتما بدهکار وقتی به یه ارگانی باشی خیلی حسش فرق داره تا به شخص باشی. شاید $100 به یه شخص بدهکار باشی با $100,000 به یه ارگان خیلی راحت تری که $100,000 رو باش پیش بری پیش بسوری شهر من شهر من بعد خب من یکی از خیلی بدهی هایی که دارم به ارگانی اینا با من یه تایمی را آمدن مثلا گفتن یه مقداری بده اون قدی که میتونی بده. آره چقدر میتونی بدی بده. یا مثلا مدت زمان ماهایی که باید اون در واقع بدهی رو پس بدم زیاد کردن اینا با هم راه آمد. پستپون شدیدی داشته دادش. بعد به یه جایی رسید نامه نگاری و اینا که دیگه تموم شد باید پول رو پس بدی. یعنی شروع کنی واقعا پیمنت های درشت بدی خوشخوشانت بود. بعد منو گفتم خب نمیشه اصلا موقع ندارم اصلا. آره اصلا این دوره واقعا نمیشه. خلاصه زنگ زدم یکم سرشون شلوغه گفتم به من گفت که شمارتون میذاری مثلا ما به زنگ زنیم. بعد چند روز گذشت من کامل یادم رفته بود که اصلا شمارمو دادم به اینا منتظرم یه زنگ بزنن. یه روزی بود داشتم یه مسیری رو مثلا 2-3 بلاک پیاده روی میکردم یه کمی هم سربالایی بود. بعد اول سربالایی زنگ گوشیم زنگ خورد یه شماره بود نمیدونستم ولی برداشتم فهمیدم که اینا شروع کرد و اونم همینجوری که من داشتم راه می‌رفتم بالا تپه اینم داشت اوج می‌گرفت که خبر رو بهم بده که آره واقعا دیگه نمیتونی که باید آره بیای. و بعد مثلا وسط‌های این تپه که من رسیده بودم خیلی وقتم هست ورزش نکردم یا کم کردم شروع کرده بودم به نفس افتادن اینجوری نفس می‌زدم رو تلفنم هستم و اینا. بعد دیگه آره به من چی میگن آب صاف و پاک رو که دیگه یه اون ممر لولو برد بعد پولو بدید و من دارم نفس میزنم. من گفتم که من نمیتونم پولو بدم این نفس هم میزنم. بعد این بنده خدا فکر کنم من حالم بد شده. آره و
بعد گوش بده یهو چیز کردی، من ببخشین و من بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. بعد من فهمیدم که چیزم، ادامه دادم نفس زدم. عجب آدم رزلی تو واقعا. ببین گردیم دو کلاس و بیا پیش تو واقعا رضالت پاس کنم. وقتی طرفت یه ارگانه حسش فرق داره، همینه دیگه. همینه ایشون بعض رو کاشت آقای ما. بعد دیدم که آره این گفت که بذار حالا من برم با یکی اینجا صحبت کنم، شاید بتونیم یه چیزی در بیاریم، یه کاری بکنیم با تو اینا. خلاصه کار داد، یه چند دقیقه من رو هولد بودم، یه 5 دقیقه بعد اومد دوباره یارو گفت مرد. اینو خودت بهش بگو، من نمیگم. آها یه جوری بود که آن تو نفس نفس هم من گفتم که چون چند ماه هم عقب افتاده این چی؟ نه چی؟ این پولایی که با هم میدادم عقبم افتاده بود. گفتم ببین نه من پول دارم اینا رو بدم، نه وقتی که سرو کردم پول دارم بعدیشو بدم. یعنی یه جوری بهش گفتم نفسم دارم میزنم، این بدهکار نباشید. گفت دیگه بس. بعد گفت برم و اینا. خلاصه کار کرد و برگشت، گفت دوباره یه کاری برات میکنیم و کارو در میاریم. آره خدا خیرش بده، حالا انشالله چند ماه نفس کش داریم. آخه تا قبلش هم نفس کش داشتی دیگه، هم نفس کش ادامه داره. آره میریم برای ادامه نفس کش. قشنگه زندگی اینجا اینجوریه، نمیگه اون بدهی و دیگه بدهی دیگه پیدا میکنی. ما چند روز پیش خیلی بد بود، ما یه کاری داریم انجام میدیم یه جایی، یه مهندسی با هم میواد یه نظری میداد برای همین رنوویشن و این حرفا. بعد ما میخواییم یه دیواری رو برداریم، بعد این آقای اومد گفت ببین این دیواره واقعا نسن اینطوری که نه دیوار حماله، هیچ وزنی روش نیست، این دیوار واقعا میتونه برداشته بشه، ولی به خاطر حالا مشکلاتی که وجود داره یه مهندس باید اینجا نامه بده. بعد مهندس گفت شما دو تا روش داریم. گفتش یا اینکه یه جرثقیل بیارین یه دونه تیراهن فلزی اینجا برای بالا بزنه که مثلا تیراهنش 12000 دلاره فقط برای تیراهن، یا اینکه دیوار رو کامل برداریم. بعد گفتم خب من دیوار رو برمیدارم. گفتم که خب من مثلا نامه رو شما بخوای به من بدی چقدر میگیری؟ گفت 5000 دلار. گفتم ببخشید شما برای نوشتن نامه از من 5000 دلار میگیری؟ بعد یکی استاد دیگه نوش چنده؟ گفت خیلی گرونه قربان. من مثلا ایرانی با احترام، ببین یه جوری به آقای احترام گذاشته بودم اصلا عجیب غریب. گفتم خیلی گرونه واقعا من نمیتونم، یعنی من 5000 برای نامه تا به حال نده بودم که بگه این نامه مثلا از لحاظ و... نه که بگه که این که اینا اینو برداشتن اوکیه، این به اینتگریتی کل این آره چیز میکنه. کدوم آقا؟ یه آقایی هن بعدم بهم بگو. نه من خودم تازه شناختمشون، یعنی قبلا توی این چیزه همین برای همین این دیواره قبلا با ورداشته شده بود و ایشون یه بار نامه‌شو داده، فقط بعد نامه رو یه بار دیگه بده، یه تاریخشو عوض کنه. آره مثلا 2015 رو باید بکنه 2024 و 5000 دلار. و اینطور بودم که نکردم، دمت گرم مرسی بفهم. اصلا باورم نمیشه که برای 5000 دلار یه نامه. آره آره گرونه ولی این نه اینقدر خیلیه. آره اصلا عجیب غریبه. آره اینم حالا نمیدونم، من اون فیلدی که ایشون هست و اینا رو اصلا نمیدونم چه جوریه کوت دادن و حالا اون مبلغ و اینا، ولی این همین یکی دو هفته توی آپارتمان این دیتکتورهای گاز و چه میدونم کربن مونوکسید و نمیدونم اینا بعضی موقع بوق میزنه و من خودم بلدم که درستش کنم، باتریشو باید عوض کنی. آره. حالا هرچی یه جوری بود نرسیده بودم خودم اونو. یکی از مسئولای ساختمون اومده بود و حالا نمیدونم مسئول ساختمون بود یا واقعا الکتریشن بود برقکار بود، بعد یهو گفت که 250 دلار میشه. من رو تلفن داشتم و گفتم چی 250؟ ما که باتریش هم خریدیم، مثلا تو زحمت بکش حالا یه مبلغ میدیم ولی 250 به من بگو چیه. گفت نه دیگه این باید چیز کنم باتری رو بزنم 250 دلار فلات فی. آره بعد آره بعضی موقع نمیدونی چه آره جوری دارن ریتو میدن. آره این کارو حالا... کردم چی بده یه حالا یه ز جالا یه نردبو می‌خریم 250 می‌گیریم. بعد به یه مهندس دیگه ریچ اوت کردم و اینا. اصلا تو خودت تو راهی که داشتیم میرفتیم تو بود که ببین این صنف ما
هیچ تعرفه‌ای نداره. پس یکی تو میتونی پیدا کنی تو بیسمنتش داره کار میکنه $100 برای اینجا دستو بگیره، یکی هم تو پیدا کنی $8,000 بگیره برای این کار. تقریبا کانادا هیچ جا نیست که تعرفه داشته باشه. چرا موزیسین ها تعرفه دارن؟ تعرفه براشون مشخص شده قشنگ، یعنی با سپر که صحبت میکنم قشنگ میره توی وبسایت میخونه که چقدر به طرف بدی. بابا باید باشه دیگه، تو نمیتونی واقعا باید باشه. میدونی منظورم چیه؟ آخه ولی اینداستریای دیگه هم بوده که دیدی پرت میگن نمیتونی بری به جایی هم بگی. آره ولی نمیدونم. نه آره شاید حرف منم دقیق نباشه که هیچ جا. نه اتفاقا ببین خوبیش اینه که مثلا کامپتیتیو دیگه. من الان مثلا برای گرفتن یه پروداکت مثلا شاید به 5 نفر زنگ میزنم 5 تا کت مختلف میگیرم، ولی اینکه دیگه باید یه بازه‌ای بعد مثلا بین واقعا بین $500 تا $8,000 خیلی بازه واقعا از دیگه خیلی این بازه. آره بعد تو حس می‌کنی ایشون به خاطر اینکه کارش خیلی خفن و مثلا شلوغه این عددو گفت یا فکر کرد این میگیره این عدده؟ نه ایشون دستشون شمرده بودن چیکار کنید؟ آخه من حرفم اینه که حالت کار بیزنس کردن اینجوری نیست، یعنی تو رو از دست داد دیگه به عنوان یه کاستومری که حالش پس فردا شاید کار بکنه. آخه شب ببین بعضی موقع من اینو هم خیلی اپریشیت میکنم و اینو بذارت بگم، اتفاقا توی چند مدت گذشته با آدم های مختلف که صحبت میکنم مثلا من یه کاری تو ذهن من مثلا $10 میارزه که تو بیای این کار انجام بدی $10، وقتی یارو به من میگه $100 و پاش میمونه میگم اوکی قیمت خودشو میدونه و این خیلی برای من ارزش داره. اینکه پای حرفی که و کوتی که میدی وایسی به نظر من خیلی مهمه. آره ولی تو پاچم نخواهی بکنی دیگه، بس همین نمیگم اگه یه چیز نظارتی بود میرسه اوکی، مثلا چاپخونه ها. آره میدونم چی میگی، یه چیز رندوم نگی. نمیدونم واقعا نمیدونم تعرفه یه چیزش چیه، مطمئنا نداره، یعنی نه عدد قشنگ خیلیه برای ببین اگر که برای کار مثلا چه میدونم اگه با هم میرفتید مثلا خودت قرار بود همه کاراشو خودت انجام بدی، دیوارو خودت برداری، شور آی گرت مثلا نامش هم خودت امضا کردی باشه، نقشه مثلا مهندسی. آره برای اینکه فقط یه نامه بنویسی که آن آفیشیاله داشم مثلا دیگه یا قبول کن دیگه اصلا $5,000 غیر منطقیه. چت جی پی تی بنویسید همون و حالا خوب شد وای اومد. ولی خوبیش اینه که بعد که رفتم برای لندلوردم صحبت کردم برش گفتم واسه چی نمیخواد نامه، برو حل برش یه 500 هم آره آره یه چیزم یه یه گز واسش ببری. آره حالا منتظرم. چرا اسپانیا هر جا گیر میکنن یه گز واقعا ما انقدر گز داشتیم تو خونمون. آره به خاطر اینکه من پدر بزرگم خدا بیامرزش چند تا دوست اسوانی داشت و این بنده خدا هر موقع می اومدن کامیون کامیون گز می آوردن. گز آردی یا گز آردی؟ گز آردی خوبه رو چیز میگه. آره خدا وکیلی بعد اینا میرفت تو فریزر. آقا گز رو چه جوری نگه میدارن؟ من تئوری خودمو دارم. بگو. نگهداریشو خیلی توش خوب نیستم چون تو ونکوور میاد یه آقا شما الان گز اومده براتون وازش کردین یکیشو خوردین بقیهشو چیکار می‌کنی؟ اگه آردی باشه که باید بذاری فریزر و بعد که از فریزر در میاری یا نه حتی رو اوپنت خشکیده، من راه حلم اینه میذاری تو مثلا یه نلبکی. خب نلبکی انقدر گزم انقدر اندازه یه نصف اون نلبکی هم یه مثلا کاسه یه دره یه چیزی توش آب میذاری، آب میکنی میذاری تو مایکروویو. خب 30 ثانیه میذاری این گزه با آب کنارش مایکروویو بشه. آه نه قبلش کجا نگهش داشتی؟ تو فریزره. حالا یا میتونی تو همیشه تو فریزر ما نمیذاریم تو فریزر گز آردی رو میذاریم تو فریزر. حالا اینیوی یا میگم یا رو کانتر بوده خوش شده بد شده یا تو فریزر بوده تو در آوردی سرده میخوای نرم بشه. آه یعنی تو میگی که ایونچولی خوش میشه. خوش میشه. آره یعنی میشه. خوش میشه. آره. تو حتما باید تو داری تو بازه یکی دو هفته تو. آره نوشدارو. اوکی. تو خوب. بازه یکی دو هفته بعد بخوری. خب نوشداری پس از پلاسیدی شدن سهرابی. آره. ولی اگه تو این بسته بندی ها باشه فکر کنم تو 5 6 بار خوب بمونه. من آخرین باری که از ایران بودم تو بندر رو قف کردی؟ نمیدونم الان. من میرم خودم. 5 6 ماه خوب مونده بود. گاز؟ گاز من شما رو با برادران شریک کردم. گاز من نمیدونستم اکسپایری دیت داره. میگن ولی من خوردم. تا چقدر وقت؟ بعد 5 سال. 2 سال دیگه. 2 سال؟ یعنی 2 سال بعد اکسپایری یا کلا 2 سال بعد اینکه خریدی؟ نه 1 سال بعد اکسپایری. عجب. با همون تریکی که خوردم.
یکم بیزتر میشه. من از همون قدر گز استفاده نمی کنم که باید، همیشه گز رو میریزم. کجا دور؟ آره راست میگه. مثلا برخلاف تصور که سهان گز، من اونقدر را گز دوست نداری. شاید تو مهمونی برم یه گز بعضی موقع بخورم. سلام قربان، بفرمایید تو. سلام، بیا سلام کن به یاد دقیقه بیه که دوربینا بیوش اینجا. یه دوربین اونجاست. دای سپر وارد شد. بیوش اینجا. اوکی، صدات نمیاد ولی خب بشین حضورت هست. آقا من یه من چطوری؟ سپر پات به این گازه نخوره، پات به این گازه نخوره. همون بوده یخچال، یخچال درش باز میکنه دفعه اول اون برو میده. آره چیز جنس خوبی هم پوشیدی. گفت کپک، یه کپک زدم. خیلی عالی شد. سلام به همگی. نمیبینن هیچ جا، نمیبینن تو رو اینجا میبینن، تو اینجا میبینن. تو به این دوربین سلام کن. سلام کیاس. آفرین. من اینو بگم و ببندیم اپیزودو. من یه تصمیم گرفتم و دارم خیلی روش سعی میکنم انجامش بدم، اینی که مقدار غذایی که میریزم دور رو کمتر کنم. یعنی خیلی بعضی موقع اینطوری هم که خیلی دیگه این بده دیگه خیلی اون قسمتیش که هیف و میل داره میشه. نه اصلا کلا، آره یعنی اونقدر زیاد نخرم حتی مثلا میوه‌جات و چیزهای مختلف که بخوام بریزم دور، چون دلم نمیاد بریزم دور، میمونه انقدر کپک میزنی که زنگ بزن میای میخوریم. نه ولی من ترجیح میدم، حالا با اینکه شاید زیاد لوک خوبی نشه، من ترجیح میدم یخچال خالی باشه یعنی کپک باشه. آره خیلی میره رو. آره نه همه این تجربه، همه من این فید اینو کامنت، بعضی عاشق کپک دو سه جا دادم گفتن نه یخچال باید پر باشه، باید بتونی مدیریت بکنی یخچال. آها اون که خب اونا هنوز به این نتیجه نرسیدن که میتونن یخچالشون خالی باشه. آره هنوز یعنی اوکی هم نداشته باشم چی تو یخچال برم بگیرم. آره آفر. آره دیگه ولی آره چیز دیگه میدونی تیغ دو لبه است. آلوچه. آلوچه چی؟ خوردید آلوچه های این فصلو؟ آلوچه که گوجه سبز. نه آلوچه هست گوجه سبز. شما چی میگی؟ گوجه سبز. نه حالا وقتی بخورین گوجه سبز میگی؟ میگم به به. یه بار من خوردم این فصل. نه من نخوردم. من اگه 5-6 بار خوردم. از کجا میگیرید؟ تو خب چرا نمیگید؟ ندیدیم همو. آقا تو بگو من میام میخورم. باشه چشم. مثلا من میام. ولی الان برید فردا بگیرید. فردا میام. فرش واسه شون اومده. کجا برید؟ کوروش. کوروش کجا؟ رازل. آها ونک بود قبلا شده آره. کوروش. این ور پرشیا هم خوب داره. آها اوکی ونک سابق آره. کوروش جدید. و من همون لحظه میپو از هر دو پرسیدم. از هر دو پرسیدم گفتم میشه من الان بخورم از این ببینم چه جوریه. خب گفتم یه بخور. اونم به وقتش. یه اوسویوس باید بریم واسه گیلاس خوب. آخ باید بریم بچینیم. یه سری فارم هست تو اوسویوس، یه شهره که نزدیک ونکوور هم نیست تقریبا، فقط گیلاسشو میفرسته ژاپن، یعنی تو شهرم نمیاد. نه بابا اون چه گیلاسیه؟ گیلاسو میفرسته ژاپن. آقا ژاپنیز زیره به کرمون بردنه. خر به قبرس. البته اینا ارزاوری داره واسه مملکت. جدی بفهم یه بعد دیگه جواب آره الان دیگه داره سیاسی میشه. نه نه دیگه از افتر آورز میشه بد میشه. خب امیدوارم که صداتو نمیشنون بچه ها. امیدوارم که این اپیزود بدون کارون رو دوست داشته باشید. توضیحات رو در موردش دادم بله. که کارون کجاست. جاش خالی بود. حالا هی بگید، حالا هی بگید. الان کارون با هم میگه نه بذار بگم، بذار بگم، بذار از من تعریف کنم. تکس های کارونه که رفونه میشه. حالا میدینی چجوری میتونیم دیستش کنیم؟ قبلا که تو می اومدی و نمی اومدی اینطوری بود که میگفتش که تو گوش نکردی اپیزود. آره خیلی دوست دارم ببینم کی گوش میکنه. وای هی رفرنس بدی. تو رو قرآن بهش نگید. آره. اینا رو تو هایلایت ها هم نمیذاریم هیچ کدوم واقعا. بذارید اینجا بمونه. آره بذاریم ببینیم کی میبینیم. یه سری فحش ناموسی بهش بدی. ببینیم جواب میگیری. جوابش ببینیم آقا.
دمتون گرم. مرسی که تا اینجا با ما بودید. توی اپیزودهای بعدی ما از حضور سپر و بقیه دوستانم استفاده میکنیم در مورد این جای جدیدی که ستاپ کردیم. بهمون بگید آیا اینجوری دوست داشتین بیرون و بیشتر دوست داشتین بیرون که جای قبلی ها شما نمیدین که تو و بیرونه اون استودیو رو. آره اون استودیو رو بیشتر دوست داشتین. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا برنامه با ما بودین و تا درود دیگر، بدرود و نه خدافظ. 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 با مذاکره رو امضا کردیم. به توافق رسیدیم. صادرات گیلاس به خدافظ. آسیای دور.